وقت شما خوبان به خیر و شادی باد. همه خدا باوران با جمله توکل به خدا آشنا می باشند و شاید در طول روز به تکرار از این جمله استفاده کنند تا خود و دیگران را در برابر مشکلات روزگار تسلی دهند. اما چگونه می توان به درک حقیقی این جمله رسید و در تنگی های زندگی از آن بهره برد؟ کلام خداوند برای توکل نمودن به خدا ما را تشویق به شناخت بیشتر خدا می کند تا از کارهای عجیب او آگاه شده و بدانیم که منتظرین خداوند هرگز خجل نخواهند شد. مطابق مزمور 22:4-5 که کلام خداوند ما را تشویق می کند تا مخاطب همیشگی ما برای رهایی از رنجهای من فقط خود خداوند باشد، و مطابق مزمور 22:19 که اعلام میکنه کلام خداوند و ما را دوباره تشویق به این میکند که مجال ترس و نگرانی را به ذهن خود ندهیم و خیشتن را در حضور خدا و کلام او نیز تقویت نماییم تا از هر احساس پریشانی دور شده و در امیدی پایدار منتظر اراده خداوند باشیم. و همچنین نویسنده مزمور 42:11 اعلام میکند ای جان من چرا منحنی شده و چرا در من پریشان گشته اید؟ بر خدا امید دار زیرا که او را حمد خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است.